تازه بر اساس توافقنامه امضا شده بین امریکا و طالبان بر بنیاد مذاکرات بین الافغانی حکومت اسلامی افغانستان ایجاد می شود و امریکا در امور داخلیش مداخله نمی کند. مسلم شیرزاد در صفحه رسمی فیسبوکش چنین نگاشته است: تازه بر اساس توافقنامه امضا شده بین امریکا و طالبان بر بنیاد مذاکرات بین الافغانی حکومت اسلامی افغانستان ایجاد می شود و امریکا در امورات داخلیش مداخله نمی کند. این در حال است که اشرف غنی چنین می افزاید: صلاحیت رهایی 5000 زندانی طالب را امریکا ندارد. رئیس جمهور افغانستان می گوید که هیچ تعهد برای رهایی 5000 زندانی طالب وجود ندارد. با گزارش اسپوتنیک، رئیس جمهور غنی در یک کنفرانس خبری می گوید که هیچ تعهد برای رهایی 5000 زندانی طالب وجود ندارد. آقای غنی تاکید دارد که صلاحیت رهایی زندانیان طالبان را امریکا ندارد. او گفت که این موضوع می تواند بخش از مذاکرات میان افغان ها باشد، اما نمی تواند بیشتر برای این گفتگوها باشد. پیش از این عباس استانگزای، عضو ارشد مذاکره کننده طالبان، در پرسش درباره عملی سازی روند آزادسازی 5000 زندانی طالب تا 10 روز گفت که امریکا به طالبان تعهد سپرده تا این کار را انجام دهند. استانگزای تصریح کرد: امین توافق را امریکایی ها با ما کردند. ما در توافق نامه این چیز را نوشته کرده بودیم. بالای این بسیار کار هم شده است. تعهد امریکا این است که باید تا 10 مارس این کار صورت گیرد. سرانجام پس از 18 ماه گفتگوها میان امریکا و طالبان، توافق صلح میان این دو طرف شام روز گذشته در شهر دوحه پایتخت قطر به امضا رسید. این توافقنامه سوی زلمی خلیلزاد، نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان، و ملا عبدالغنی برادر، معاون سیاسی طالبان و فرد شماره دوم این گروه، در یک مراسم ویژه در حضور نمایندگان 30 کشور و نهادهای جهانی در هتل مشهور قطر امضا شد. همچنان غنی: آیت گفتگو کننده با طالبان صلاحیت مذاکره روی سرنوشت ریاست جمهوری را ندارد. رئیس جمهور افغانستان در یک نشست خبری میگوید: آیت گفتگو کننده با طالبان شماره مشخص همشمول و دارای صلاحیت نسبی و دارای انعطاف پذیری باشد. با گزارش اسپوتنیک، آقای غنی در یک نشست خبری که در رابطه با موضوعات اخیر در کشور سخن میزد گفت که آیت گفتگو کننده با طالبان صلاحیت مذاکره روی سرنوشت ریاست جمهوری را ندارد. آقای غنی گفت که آیت گفتگو کننده با طالبان شماره مشخص همشمول و دارای صلاحیت نسبی و اداری انعطاف پذیری می باشد. او افزود: در مورد نتیجه مذاکرات طالبان، مردم افغانستان تصمیم خواهند گرفت. مردم افغانستان در مورد نفس صلح اجماع دارند، اما در مورد هزینه صلح اجماع ندارند. آقای غنی تاکید دارد که جایگاه طالبان در آینده افغانستان در نتیجه مذاکرات مشخص خواهد شد و طالبان باید به یک جریان سیاسی مبدل شوند. آقای غنی همچنان در جریان صحبت‌هایش در مورد رهایی 5000 زندانی طالب گفت که هیچ تعهد برای رهایی 5000 زندانی طالب وجود ندارد. این موضوع میتواند بخش از مذاکرات میان افغان‌ها باشد، اما نمیتواند بیشتر برای این گفتگوها باشد. عباس استانگزای: توافقنامه صلح با امریکا لحظه تاریخی است. شیر محمد عباس استانگزای، عضو ارشد مذاکره کننده طالبان، روز دوشنبه یعنی 10 اوت امضای توافقنامه صلح میان امریکا و طالبان را یک روز مهم در تاریخ افغانستان عنوان کرد و گفت که این توافقنامه امریکا و سازمان ناتو را ملزم می سازد تا تمامی نیروهای نظامیشان را تا 14 ماه از کشور بیرون سازند. با گزارش اسپورنیک، به نقل از تولو نیوز، استانگزای در این باره گفت: امروز یک روز تاریخی بود در تاریخ افغانستان. بعد از 20 سال جنگ که بالای افغانها تحمیل شده بود، قوتهای امریکا و ناتو بالای افغانستان حمله کردند و افغانستان را غیر قانونی اشغال کرده بودند. امروز تای توافقنامه که میان امارات اسلامی افغانستان و جانب امریکا امضا شد،
در مدت 14 ماه تمامی قوتهای خارجی قوتهای امریکایی و ناتو باید از افغانستان خارج شوند. او افزود که مذاکرات میان افغانها تا 10 روز دیگر پس از امضای این توافقنامه به روز 10 مارچ سال روان میلادی در صورت آغاز خواهند شد که در حدود 5000 زندانی طالب از زندانهای حکومت افغانستان آزاد شوند. او میابزاید که 1000 زندانی حکومت افغانستان نیز از بند آنها آزاد خواهند شد. این عضو ارشد طالبان در پرسش درباره عملی سازی روند آزادسازی 5000 زندانی طالب تا در روز گفت که امریکا به طالبان تعهد سپرده تا این کار را انجام دهد. او تصریح کرد امین توافقنامه را که امریکایی ها با ما کردن ما در توافقنامه این چیزها را نوشته کرده بودیم. بالای این بسیار کار هم شده است. تعهد امریکا است که باید تا 10 مارچ این کار صورت گیرد. او درباره اینکه آیا کاهش خشونت ها در روزهای آینده نیز ادامه خواهد داشت گفت که بر بنیاد توافقنامه از روز نخست ماه مارچ نبرد میان طالبان حکومت و امریکا به صفر خواهد رسید. او افزوده که درباره نبرد میان طالبان و نیروهای امنیتی در گفتگوها میان افغانان بحث خواهند کرد. او درباره حکومت آینده گفت که در این باره در گفتگوها میان افغانها بحث و گفتگو خواهد شد، اما افزوده که بهتر است یک حکومت به میان آید که از سوی تمام افغانها حمایت شود. او همچنان درباره حقوق زنان گفت که بر حقوق زنان و کودکان بر بنیاد ارزش‌های اسلامی و فرهنگ افغانها احترام گذاشته خواهد شد. توافقنامه صلح میان طالبان و امریکا سوی زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان و ملا عبدالغنی برادر معاون سیاسی طالبان و فرد شماره دوم این گروه در یک مراسم ویژه در حضور نمایندگان سی کشور و نهادهای جهانی در هتل مشهور قطر به امضا رسید. این در حال است که ترامپ چنین می‌افزاید خروج نیروهای امریکایی از افغانستان سریعا آغاز می شود. پس از امضای توافقنامه میان امریکا و طالبان، رئیس جمهوری ایالات متحده امریکا از خروج فوری نیروهای امریکایی از افغانستان خبر داد. با گزارش اسپوتنیک، ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده امریکا در یک کنفرانس خبری شنبه 29 فوریه در پاسخ به این سوال که زمان خروج سربازان امریکا از افغانستان به عنوان بخش از توافق با طالبان بوده است گفت امروز بلافاصله آغاز خواهد شد. ترامپ در این نشست نیز افزوده است که در آینده نزدیک با رهبران طالبان دیدار خواهد کرد. او گفت من در آینده نچندان دور به صورت حضوری با رهبران طالبان ملاقات خواهم کرد. در ادامه گفته ها در مورد تفاهم نامه میان امریکا و طالبان نیز گفته است اگر توافق نامه صلح با طالبان اجرا نشود آماده برگشت به افغانستان هستند. ترامپ گفت باور دارم که طالبان میخواهند کار را انجام دهند تا تایید کنند که وقت خود را تلف کرده ایم. اگر اتفاقات بد رخ دهد ما باز خواهیم گشت. پس از 18 ماه گفتگوها میان امریکا و طالبان، توافق صلح میان این دو طرف شام امروز در شهر دوحه پایتخت قطر امضا شد. همچنان ترامپ اگر طالبان متحد نمانند به افغانستان باز میگردد. رئیس جمهوری ایالات متحده امریکا اعلام کرده است که در صورت شکست تفاهم‌نامه سوی طالبان امریکا آماده برگشت به این کشور است. به گزارش اسپوتنیک، ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده امریکا در یک نشست مطبوعاتی به خبرنگاران اعلام کرده است که اگر توافقنامه صلح با طالبان اجرا نشود آماده برگشت به افغانستان هستند. ترامپ گفت باور دارم که طالبان میخواهند کار را انجام دهند تا تایید کنند که وقت خود را تلف نکرده ایم. اگر اتفاقات بد رخ دهد ما باز خواهیم گشت. پس از 18 ماه گفتگوها میان امریکا و طالبان، توافق صلح میان این دو طرف شام امروز به امضا رسید. دبیر کل ناتو: آینده افغانستان وابسته به مذاکرات بین الافغانی است. دبیر کل ناتو که در افغانستان حضور دارد میگوید که درباره آینده افغانستان در مذاکرات بین الافغانی که قرار است تا چند روز دیگر آغاز شود تصمیم گرفته می شود. دبیر کل ناتو یک شنبه 11 در کابل با خبرنگاران صحبت می کرد گفت که امیدوار است آیت مذاکره کننده افغانستان از اقشار مختلف جامعه این کشور نمایندگی کند. او افزود که چگونگی تصمیم گیری در مورد آینده افغانستان مربوط به مذاکرات بین الافغانی است که قرار است تا چند روز دیگر آغاز شود.
و گفته او سل در افغانستان فقط در نتیجه مذاکرات به رهبری و مالکیت افغانها تامین شده می تواند. سپاس که تا این دم با ما بوده. تا ویدیوی دیگر بدرود.